Hello everyone, my name is Said Azatullah and you are listening to the Gol Bezan podcast. دایی یه فرصت خوب حالا پشت مدافع خلال عزیزی توی دروازه گل گل برای ایران خلال عزیزی باز هم روی زمین گشت سردار آزمون و توی دروازه سردار آزمون گل به نام آزمون و برای ایران بزنه کریم انصاری فر گل توی دروازه کریم انصاری فر دروازه پرتغال باز شد علی دایی صاحب توپ توی دروازه گل اشتباه حرکتی از کوچان نژاد فرصت برای کوچان نژاد توی دروازه گل برای ایران We'll have a ball dropping about. Iran have scored. Iran have equalised. Quite sensational here. Well, the referee's arm is raised at the moment, I have to say, which suggests that he may be having a discussion. Is there a question of offside? And the referee has ruled the goal out. با سلام و درود به همه شنوندگان خوب ما. خوش اومدین به پادکست گل بزن. من آریا علاوردی هستم، امروز با دوست خوبم سینا صدزاده هستیم. سینا چطوری؟ خوبم، مرسی. شما خوبی؟ ممنونم. امروز خیلی خوشحالیم که با جناب سعید عزت‌اللهی هستیم، بازیکن تیم ملی و تیم دانمارکی وایلا بولت کلوب. سعید جان ممنونم که وقتت برای ما گذاشتی برای مصاحبه با گل بزن. حالت خوبه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما آریا و سینا عزیز و همه شنوندگان پادکست گل بزن. خیلی خوشحالم که از این طریق میتونم با همه مردم در ارتباط باشم و امیدوارم که مصاحبه خوبی بشه و مردم استقبال کنن ازش. بله، امروز پادکست ما تو زبان فارسیه و اگه اونایی که زبان فارسی بلد نیستن، for the people who speak English, we'll have an English version of a transcript on our website in the coming week, so look out for that on our social media. سعید، سال اول میخوام از راجب کرونا کردن تو دانمارک، نمیدونم چجوریه و از شایدتون کشور، ولی چجوری الان اونجا؟ خب فکر میکنم همه دنیا درگیر این بیماری بودن، حالا هر کشوری به میزان خودش کم و زیاد بوده، ولی خب اون چیزی که مشترک بود واسه همه مردم، یه سال خیلی سخت رو داشتیم تا الان و این ویروس خیلی چیزها رو تحت تاثیر خودش قرار داد، از بیزینس، از کار، از فوتبال، همه چی رو تحت تاثیر، حتی خب زندگی مردم هم تحت تاثیر قرار داد و خب امیدوارم که راه حلی پیش بیاد که هرچه زودتر ایشالله این ویروس ریشه کم بشه و مردم بتونن یه بار دیگه با آسوده خاطری کنار هم دیگه زندگی کنن. توی دانمارک هم والا خب نسبت به جمعیتی که دارن متاسفانه طی یکی دو ماه اخیر این رشد ادامه داشته که باعث نگرانی خود دولت هم شده بود و خب خیلی محدودیت ها رو اینجا گذاشتن و به تازگی فکر کنم از حدود 20 روز پیش شروع کردن که واکسن زدن به شهرونداشون رو شروع کردن و امیدوارم که حالا این واکسن جواب بده و ایشالله سر تا سر دنیا زودتر این بیماری از بین بره. سه هفته دیگه هم فکر کنم تیمتون شروع میکنه بازی اولش رو با AGF. AGF. آره. الان تو تمرینای چیکار میکنی الان تیمتون؟ آره، ما الان در حال حاضر توی اردو تدارکاتی هستیم با تیم و خب همه روزه داریم نوبتی دو جلسه، حالا بعضی روزام سه جلسه تمرین میکنیم، سخت کار میکنیم که ایشالا توی نیم فصل دوم بتونیم نتایج قابل قبولی رو بگیریم. بازی با AGF هم خب یکی از تیمای خوب و به نام دانمارک هستن که همیشه جزو تیمای بالای جدول بودن، بازی سختی میشه، اما خب میگم ما تیممون یه خورده تیم جوونیه، بچه‌مون تجربه لازم ندارن، فکر میکنن
توی چند بازی آخرمون هم یه خورده از این طریق ضربه خورد تیممون به خاطر عدم تجربه و خب اشتباهات فردی، ولی خب داریم کار میکنیم روی ضعفمون، انشالله که بتونیم توی نیم فصل دوم بهتر ظاهر بشیم و یه رتبه قابل قبول انشالله کسب کنیم. میخواستم یکم بپرسم از قبلت، میخواستم یکم بپرسم راجب 2013 وقتی جام جهانی بازی کردی زیر 17 سال با علی گلزاده و مجید حسینی صادق محرمی بازی کردی، چطور بود اون موقع؟ خب قطعا تایم خوبی بود واسه همه ما، خیلی کشورمون فکر میکنم استعداد زیاد داره توی فوتبال، نه تنها فوتبال، تو همه حرفا، و خب اون نسلی هم که ما بودیم از اون نسل ما بازیکنان خیلی خوبی داشتیم که حالا الان ما چهار تا حالا شاید تونستیم توی قالب تیم ملی بزرگسال هم بازی رو کنیم، اما بازم فکر میکنم بازیکنهایی بودن که میتونستن بیان و خب توی سطح اول فوتبال کشور بازی کنن، اما خب فوتبال و این اتفاقا واسه هر فوتبالیستی تو همه نسل رو احتمال داره بیفته، اما خب میگم دوره خیلی خوبی بود، ما جام جهانی نوجوانان صعود کردیم و یه جام جهانی فکر میکنم خوب داشتیم اونجا، اولین تجربه جام جهانی واسه هممون بود و فکر میکنم خیلی کمک میکنه واسه بازیکنای تو اون سن که تجربه کردن جام جهانی واقعا میدون خیلی بزرگیه و کلی استعدادیاب میان و فکر میکنم که میتونه راهی باشه برای فوتبالیستای جوان تو اون سن که بتونن از اون مسابقات استعدادشون شکوفا بشه و به باشگاه اروپایی راه پیدا. عالی. بعد از که از جام جهانی زیر 10 سال مسابقه سختی هم بود، بازی های خوب انجام دادی، ولی بعد از اون رفتی اتلتیکو مادرید از ملوان، سن جوان بود، 16 سالت بود اون موقع، بعد بگو از جریان تو اسپانیا تو جوان جوانی. خب قطعا خیلی تصمیم سخت و بزرگی بود به خاطر اینکه فکر میکنم تو اون تا اون موقع که من رفتم اسپانیا فکر نمیکنم انقدر ما لژیونر داشتیم تو فوتبالمون و قبل از من فکر کنم فقط علی جهانبخش رفته بود، سردار هم بود نه؟ عارف نمیدونم، فکر کنم آره. ولی توی اون سن منظورم کم دارم میگم که رفته بود و خب یه خورده سخته واقعا تو اون سن قدم گذاشتن توی یه مسیری که واقعا خودتی و خودت، یعنی من خانوادم و تا قبل اینکه بخوام برم اسپانیا هیچ موقع بدون خانوادم هیچ موقع زندگی نکرده بودم و خب خیلی سخت بود تنها زندگی کردن توی محیط جدید با فرهنگ جدید و خب زبان ندونستن و خب خیلی مشکلات دیگه تا بخوای بری با آداب و رسوم اونا با همتیمیات جور بشی خیلی زمان میبره، اما فکر میکنم الان که برمیگردم به عقب فکر میکنم که تصمیم کاملا خوبی بود برای اینکه خیلی باعث شد که من تنهایی و این مسیری که میخوام قدم بذارم و تازه قدرش رو بدونم و بفهمم که چه سختی هایی باید تحمل کنم یه فوتبالیست تا بخواد به اون هدفی که داره برسه، اما خب تجربه اتلتیکو قطعا یه تجربه خیلی بزرگ بود، تمرین کردن با تیم اصلی و خب تمرین کردن کنار بازیکنایی که چندین سال دارن توی سطح اول اروپا بازی میکنن، بازیکنایی که شاید تا یک سال قبلش من همش فقط داشتم از تلویزیون بازیشون نگاه میکردم، خیلی میگم تجربه فوق‌العاده‌ای بود و خیلی جا به کمکم اومد اون حضوری که توی اتلتیکو داشتم و اون تجربه که اونجا کسب کردم. بله، بعد همونطور که الان فرمودی گفتی که اون زمان بازیکن لیژونر کم داشتیم، همون جهان بخش ممکنه آزمون، ولی چجوری ما الان توی یه سوالی که دارم اینه که ما الان تو لیگ ایران
اون پست خودت به هافبک دفاعی، مثلا الان علی کریمی رو داریم، احمد نوراللهی رو داریم، های سفیر برای تیم ملی رو میگم، مثلا نور افغان اینا، ولی ما چرا نتونستیم مثل الان میدونم رضا اسدی رفته، یه زمانی هم علی کریمی تو کرواسی، چرا نتونستیم بیشتر تو پست خودت بازیکن‌های جوان ببریم اروپا؟ والا فکر میکنم مهمترین فاکتور توی این پست واسه بازیکن واقعا نباید دل سرد بشه. یعنی شما روزی که میای اروپا باید یه سری مسائل تو واسه همیشه فراموش کنی، اینکه تو کشور کی بودی، تو کشور تو چه تیمی بازی میکردی، تو کشور چقدر نمیدونم فالوور اینستاگرام داشتی، تو کشور چقدر روزنامه ها ساپورتت میکردن، چقدر خبرگزاری هر روز ازت میزدن، اینا همه رو باید فراموش کنی، چون که توی اروپا تو یه فصل جدیدی از فوتبال و زندگی تو برات باز میشه. مربی تنها توانایی تو و اون توانایی تاکتیکی تو و خب اون کامیکیشنی که با هم تیمیات میتونی داشته باشی و در نظر میگیره و اون توی قالب کار تیمی و فداکاری واسه یه تیم سخت تمرین کردن و دل سرد نشدن. و فکر میکنم بعضی از فوتبالیست ها شاید موقعی که میان توی اروپا فکر میکنن همون فضایی که توی ایران بوده قراره توی اروپا همسشون باشه، اما در حالی که اصلا اینجوری نیست، نه فالوئر اینستاگرامت به کمکت میاد، نه ساپورت روزنامه یا خبرگزاری های کشورت میتونه به کمکت بیاد، چون که اروپا به نظر من با همه آرزوشونه که بیان توی فوتبال اروپا، پس قطعا بهترین ها از هر کشوری شانس اینو دارن که بیان توی یک باشگاه اروپایی که شاید تو هم بری تو همون باشگاه. و اگر واقعا با اون منتالیتی بخوای بیای که از روز اول فکر بکنی که اینجا جای تو محفوظ و باید خیلی ریلکس باشی، اینا واقعا نمیشه. یعنی که بعد که به خودت میای میبینی مثلا اون همه اتنشنی که توی کشورت میگرفتی و تو اروپا بهت نمیدن، و خب این همه بستگی به عملکرد خودت. فکر میکنم شاید یکی از فاکتوراش این باشه که مثلا بعضی از بچه‌هایی که اومدن شاید زود دل سرد شدن، خسته شدن و خواستن دوباره برگردن، حالا بازی بهشون نرسید یا نیمکت نشینی، اینا تو همه فوتبال دنیا هست و واسه همه بازیکن به نظرم بوده. و مسئله دومم فکر میکنم که شاید یه خورده نمیدونم پست ما متاسفانه یه خورده کم دیده میشه، یعنی پستی هستش که خیلی حساسه، در این حال ما زیاد به چشم نمیام توی بازی. میشه گفتش تو لیگ ایران این پست یه پستی که خوب ازش استفاده نمیکنن، میشه گفت؟ به نظر من اصلا یکی از حیاتی ترین، یعنی قلب تپنده هر تیمی این پست، یعنی هافک دفاعی، یعنی پستیه که شما چه تو کار دفاعی چه تو کار حمله جزو نفرات تعیین کننده تیمت میشه. یعنی اگر این عنصر رو از تیمت حذف کنی، اینه مثلا نمیدونم یه ماشینی که یه قطعه مثلا مهمش ازش جدا کنی، و خب قطعا بعد از چند متر را رفته از کار میافتمش. و فکر میکنه هافک دفاعی اینجا، ولی متاسفانه یه خورده پرداخته نمیشه، در صورتی که توی همه جای دنیا اصلی ترین پست و خیلی پست حیاتیه که خیلی تیما روش زوم هستن. اما خب میگم ما همیشه مظلوم واقع میشیم بچه هایی که حالا توی این پست بازی میکنن، و متاسفانه حالا شما اگر توی فوروارد بازی بکنی شاید کل 90 دقیقه یه کار مثبت هم نکنی، اما یه تو بیاد دروازه خالی هم بزنی تو گل، میگن گل و همه مثلا سایت ها و همه جا میزنن که طرف کوتاه، ولی هیچ موقع کسی مثلا وقت نمیذاره که بره 90 دقیقه عمل کرده شما رو وقتی که دارید خارج از ایران بازی میکنید زیر نظر داشته باشه و ببینه چیکار کردین چیکار نکردین. و میخواستم بگم فکر نمیکنی که یکم عوض شده همه الان همه به میدفیلدر دفاعی خیلی خیلی نگاه میکنن، مثل انگولو کانته و سرجو بوسکتس خیلی بازی کرد. فکر میکنی یکم عوض شده یا نه؟ نه 100% که عوض شده نیست. من دارم راجع به فوتبال داخل ایران هم بیشتر دیدم. آره تو لیگ ایران آره دارم راجع به لیگ میگم که
شاید یه خورده بعد شما نگاه کنید، مثلا ما استعداد خوبی داریم فکر کنم تو فوتبال ایران توی این پست، ولی خب این استعداد چه موقع میتونن در معرض نمایش داده؟ شما فکر کنید مثلا شما الان یه اسکاوتینگ دارید میکنید مثلا واسه یه تیم نمیدونم لیگ جزیره یا پرمیر لیگ یا الان نمیدونم لالیگا یا هر جای دیگه، آیا شما فکر میکنید که مثلا اینا وقت میذارن برن لیگ ایران رو دنبال کنن؟ نمیکنن هیچ موقع. و این استعداد تنها رایی که میتونن شاید خودشون رو معرض دید قرار بدن همین بازی‌های ملی، همین بازی‌های آسیایی. و متاسفانه یه خوردم به خاطر حال نمیم چه شرایطی هستش، این فوتبال قطر خیلی فکر میکنم که از استعدادهای ما رو تو این چند سال اخیر به خاطر حالا بحث مالی بوده یا هر چیز دیگه، استعدادهایی که به نظر من میتونستن مثل مهدی طارمی، حالا مهدی خدا رو شکر تونست از قطر بیاد توی فوتبال اروپا و ببینید که الان هم داره نتیجهشو میگیره، چون که من خودم معتقد بودم که مهدی همیشه بازیکن خیلی زهردار و خوبی بوده و مثل بقیه کسایی که حالا تو این چند سال اخیر اومدن اروپا دیدین که الان مهدی هم اومده ماشاءالله الان توی باشگاه خیلی خوب بزرگی هم داره بازی میکنه، چه بسا خیلی از بچه‌های دیگه هم که حالا توی این سال فوتبال قطر انتخاب کردن به نظر من میتونستن توی فوتبال اروپا این پله ها رو طی کنن. حالا مهدی به نظر من خدا دوستش داشت و حالا خوش شانس بود، چون که میدونم که اون مربی که برای تیم قبلیش این انتخاب کرده بود رو شناختی که هم مهدی توی جام جهانی داشته و خب سوالی که از کیروش پرسیده بود مهدی رو میدونم انتخاب بگیرن، مهدی به قطع از توی فوتبال قطر انتخابش نکردن و اون درخششی که توی تیم ملی و اون بازیه که داشت و لایقش بود ترانسفر شد اونجا. آره دقیقاً، امیدوارم که خوب بازی کنه مهدی تو این بازی با یوونتوس، هم ما خیلی سوال بعدی. خب الان میگفتی که تو خودت توی بازیکنای توی تو لیگ ایران ممکنه دنبال چیزای دیگه هستن، دنبال اینستاگرام، ولی خودت اینا این کار این چیزا رو دنبال نبودین دنبال این چیزا؟ آره دیگه، مثلا این چیزی که دارم بهتون میگم من اصلا منظور من این نیست که دنبال اینستاگرام، یا هممون کم یا زیاد هستیم داخل فضا مجازی، اصلا نمیتونیم اینو انکار کنیم، من خودم توی اینستاگرام خیلی فعالیت میکنم میرم، من بحث من اینه که اون بعد فوتبالیشو دارم میگم، اینکه شما توی یه تیم پرطرفدار مثلا بازی میکنی، الان نگاه کنید مثال میزنم علیرضا بیرانوند، موقعی که توی ایران بود خدایش من خودشم میدونه خیلی دوستش دارم باشم در ارتباطم، علیرضا به نظر من خیلی توانایی داره، یعنی خیلی استعداد داره و فکر میکنم که واقعا لایق این بود که مثلا توی باشگاه خیلی خوب اروپایی بره، اما مهم اینه که موقعی که از یه تیم بزرگی مثل پرسپولیس اومد توی اروپا دیگه اون اسم و دیگه اون ساپورت و اون همه اون چیزای هوادار این همه رو باید فراموش میکرد و باید میپذیرون به خودش که اومده توی یه فضای جدید که هیچ کدوم اینا دیگه بهش کمک نمیکنن، فقط توانایی خودش، حالا سخت کار کرد، صبر داشت، الان خدا رو شکر بهش شروع کردن بازی دادن و مطمئنم که اگه یه خورده زودتر وفق پیدا بکنه، چون هممون احتیاج داریم وقتی میای توی فاز جدید احتیاج داریم به زمان و مطمئنم هستم علیرضا اگر اون اعتماد به نفس خودش رو به دست بیاره قطعا یکی از بهترین گلرهای لیگ بلژیک میتونه بشه. بله، بعد سوال بعدی، خب بعد از این منم سیناس جواب سوال میکنه، ولی سوالی که من دارم اینه که تو تیم ملی سن 18 سالگی اولین بازی تو کردی با جلوی ازبکستان، کیروش اون زمان چی بهت گفتش که یعنی واقعا اون زمان نکونام بازیشو تموم کرده بود، چجوری اومد تو تیم، چجوری تو رو معرفی کرد تو اون تیم؟ خب والا معرفی کردن، خب ما یه اردی داشتیم فکر میکنم دقیقا بعد از فصلی که تموم کردم تو اتلتیکو، یه اردویی بود که دوتا گروه آقای کیروش به اردو دعوت کرد و من اصلا انتظار نداشتم واقعا به اردو دعوت بشم، یه اردویی هم اسم من جزو نفراته و خیلی خوب میگم اصلا حس فوق‌العاده‌ای بود وقتی تو سن 18 سالگی اولین بار دعوت بشی توی تیم ملی،
17 سالگیم بود یا 18 سالگی دقیقا نمیدونم، و یه حس خیلی عجیب و غریب بود و تنها چیزی که من فقط روش تمرکز کردم این که توانایی خودم رو بتونم نشون بدم و توی تمریناتم همه وجودم تلاش کردم، چون میدونستم مربی که قطعا منو توی اون لیست قرار داده اگر بتونم توانایی خودم رو نشون بدم این میدون رو به من میده که بخوام بازی بکنم برای تیم ملی. و آقای کیروش هم میگم توی اون زمان چیز خاصی نگفت، فقط قطعا همه ما جوانا رو حمایت میکرد، فکر میکنم یه نسلی رو ایشون آورد از مهدی طارمی، من بودم، علیرضا جهانبخش و سردار آزمونو که حالا یه نسلی فکر کنم از بازیکن ها رو آورد توی اون برهه، و مهدی ترابی بود و که تزریق کرد به بدن تیم ملی و ما هم تلاش کردیم که بهتر عمل کرد و بتونیم واسهشون داشته باشیم. و تنها چیزی که فکر میکنم مهم بود این که اون تمرکز لازم رو داشته باشیم که بتونیم از اون موقعیتی که در اختیارمون قرار گرفته به نفع اصلا استفاده کنیم. عزت‌اللهی توی دروازه اینه یه فوتبال ایرانی و اینه این بچه ایرانی، اینه این بچه شجاع بندر انزلی. میخوام یکم حرف بزنم راجع به باشگاه روسیه که بازی کردی، به روستوف، اندی و امکار. بعد وقتی روستوف بودی با صدر ازمون چجوری کمکت کرد وقتی دبیو چمپیونز لیگ تو بازی کردی؟ خب قطعا خیلی حضور سردار اونجا کمک کرد به من، به خاطر اینکه چند سال بود اونجا حضور داشت و همچنین خب توی فوتبال روسیه بود و با اون مربی که ما اون زمان توی روستوف داشتیم چند سال داشت کار میکرد و خب خیلی تجارب در اختیار من قرار داد، خیلی کمکم کرد و واسه هر دومون اولین حضور من بود توی چمپیونز لیگ و خب خیلی حس خوبی بود این که تو اولین فصلی که رفتی توی فوتبال روسیه این شانس رو داشته باشی که بتونی با تیمت صعود بکنی به مرحله نهایی چمپیونز لیگ. و خب خیلی میدون بزرگه این که رو در رو شدن با تیم بزرگ مثل بایرن مونیخ و پی اس وی آیندهوون و آیاکس و اتلتیکو، و فکر میکنم که واسه همه هر دومون خیلی خوب بود این میدون و خیلی کمک کرد از بعد فوتبالی و اینکه همپا شدن با فوتبالیست‌های طرز اول دنیا واقعا لذت بخش بود. بعد هم یه سوال داریم از فکر میکنم از اینستاگرام اومد، بابا گوراز میگه وقتی رفتی روستوف از اسمش چیه؟ بابا گوریز. وقتی رفتی روستوف از اتلتیکو مادرید آفرهای دیگه داشتی یا نه؟ از اتلتیکو مادرید می‌خواستم برم؟ بله آفرهای دیگه که آره داشتم، ولی اون چیزی که بر من مهم بود بخواهی که من قبل اینکه برم اتلتیکو از روبین کازان آفر داشتم و همین مربی اون موقع توی روبین کازان بودن با سردار به من آفر داده بودن، ولی خب من اتلتیکو رو انتخاب کردم و با این ذهنیت که میدونستم این مربی بازی و فوتبال منو قبول داره به خاطر همین روستوف رو انتخاب کردم که بتونم حتی از این نظر کسی باشم که به فوتبالم قبول داره و میتونه این میدون رو در اختیار من قرار بده که بتونم تواناییمو نشون بدم. این مهمترین چیزی بود که باعث شد من به روستوف برم. خیلی عالی. بعدم دو تا هم لون داشتی تو روسیه، انزی و امکار، چطور بودن؟ خب قطعا میگم هر کدوم به تجربه خودشون داشتن، وقتی شما الان توی باشگاه جدید میری با یه کادر جدید بازیکن جدید کار میکنی قطعا همشون تجربه واسط به وجود میارن و هیچ موقع پشیمون نشدم، فکر میکنم تایم خوبی داشتم تو هر دو تیم. و خب این وقتی که خب یه سری مشکلات پیش اومد بین من و
باشگاه روستوف، من ترجیح دادم خب برم به فضایی که بتونم حداقل بازی کنم و تواناییمو نشون بدم، چون از یه طرفی بحث تیم ملی و جام جهانی بود و از یه طرفی هم خب بهتر بود که نمونم توی جایی که حالا یه سری اختلاف نظرها وجود داشت، به خاطر اینکه باشگاه روستوف هم اجازه نمیدادن که مثلا باشگاهی بخواد من رو به صورت قطعی بخره و من نمیتونستم تایمو از دست بدم. فکر میکنم تجربه خیلی خوبی بود این دوتا حضور غرضی که داشتم اونجا. بله، بعد از که خب تو روسیه بودی، تو چه باشگاهی بودی که برای جام جهانی رفتی؟ آمکار بودی. تو لیست تیم ملی هم بودی برای جام جهانی 2018، برای بازی اولم که نبودی، محروم بودی. ولی ذهنت فکر چجوری بودی قبل از مسابقه؟ بعد میدونستی که نمیتونی برای بازی اول بازی کنی، چجوری بودش؟ خیلی سخت بود، یعنی که اگر شما مثلا یه هفته قبلش بهت بگن نمیتونی بازی اول بازی کنی، شاید یه خورده واسه حالت راحت تری داشته باشه. اما خب من از چندین ماه قبل میدونستم و با علم این که میدونستم بازی اول نیستم، حتی حضورم و اینکه تو لیست نهایی باشم یه خورده در حاله از پام بود، به خاطر اینکه خب قطعا مربی تیم این اختیار رو داره که نفری رو ببره که بتونه هر سه بازی ازش استفاده کنه و فکر میکنم این حالا خیلی لطف آقای کیروش و اعتباط بگیشون به من داشتن. اما خب میگم از یه جای به بعد واقعا از انقدر بار روانی داشت این قضیه رو من که دیگه تصمیم گرفتم اصلا فکر نکنم و همه تلاشمو فقط بکنم که خوب تمرین بکنم که واسه اون دوتا بازی باقی مونده حداقل اگر توی زمین بودم بتونم این نمایش خوب داشته باشم که بتونم جبران بکنم این قضیه رو و این سختیه که حالا روی دوشم بود از به واسطه این بار روانی این محرومیت. و فکر میکنم یه جام جهانی خیلی خوب واسه همه بازیکن‌ها بود و یه تجربه بود که فکر میکنم تو تاریخ همچنان ماندگار باشه. بله، بعد بازیه، خب بازی بردیم با مراکش، بازی خوبی هم بود، ولی بازی دوم بازی کردی جلو اسپانیا، گل هم زدی. صحنه حساسی برای تیم ماست و برای تیم اسپانیا و برای جام جهانی فوتبال که بچه های شایسته ما تو اینجا دارن بازی میکنن. دفعه که ایتالیا نیست، هلند نیست، چیلی نیست، آمریکا نیست، اما ما هستیم، ما داریم بازی میکنیم و داریم میریم همه گل زدن، داریم گل میزنیم دروازه رو باز میکنیم، توی دروازه گل، گل برای ایران، ایران گل میزنه. سب کنیم داور گل رو قبول نمیکنه. بچه ها هنوز نمیدونن چه خبره اونجا، داور اروپایی گل قبول نکرده. سب کنیم، ویدیو چک میشه، این داور خوراکش ویدیو چکه، دروازه فرانسه و استرالیا هم این کار کرده که خیلی هایی گفتن گل شد. با آقا مارکای آقا جانیان هم مصاحبه کردیم، اونم بایش که نه سرعصد گله. خودت چجوری بودش فکرتون تو اون لحظه؟ میگم انقدر این قضیه بار روانی داشت چندین ماه، من واقعا تحت فشار این قضیه بودم، یعنی اون لحظه که گل زدم واقعا همه اون چندین ماه داشت از جلو چشم رد میشه، یعنی به هیچ چیزی نمیتونستم اون فکر کنم، یعنی یه دادی واقعا زدم، فقط یه گل رو زدم از ته دلم و همه وجودم، خاطر اینکه خیلی سختی کشیده بودم توی اون چندین ماه. و میگم حالا اون صحنه هم فکر میکنم که گلمون سالم بود، اما حالا دوستان کم لطفی کردن یا هر چیز دیگه، قطعا اینجور مواقع اونا دوست ندارن خیلی از ستاره میلیون دلاری که حالا توی ترکیب تیم بزرگ هستن زود از گردون رقابت خارج بشن و حالا اون قطعا چیزی که مهمه اینه که این گل تا سالیان سال تو ذهن خودم و فکر میکنم خیلی از مردم بمونه، چون که بعد از بازی انقدر ویدیوهایی من دیدم که مردم با اون گل چقدر خوشحال شدن و حسرت اینو خوردم که واقعا چرا این گل مردود شد. اما امیدوارم، سخت تلاش میکنم که ایشالله بتونم این دفعه یه شادی
اما پایدار واسه مردم ایشالا خدا لیاقتش بده کلتون. ولی واقعا بازی عالی بودشون، بازی با اسپانیا. یعنی اگه همه بعد از اون بازی، همه ایرانی دنیا واقعا افتخار کردن به تیم ملیمون. و خب ما جلو کم تیمی داشتیم بازی نمی‌کردیم، یعنی همه اون کسایی که قبل از مسابقات وقتی که وارد کشی شد همه میگفتن که خب اسپانیا که 3-4 تا راحت، پرتغال حالا 2-3 تا و مراکش حالا شاید بتونیم مساوی کنیم یا ببریم مثلا تو این وادی بودن. اما خب من اون موقع میگفتم ما میتونیم شگفت، ما جلو اسپانیا نمی‌بازیم، حداقل مساوی می‌کنیم. و واقعا هم اگر شاید اون گل اتفاقی رو نمیخوردیم که همش رو اتفاق بود، میتونستیم بازی رو مساوی حداقل بیایم بیرون، چه بسا که حالا چند تا موقعیت خوبم از دست دادیم. اما فوتبال و این قشنگی های جز فوتباله و امیدواریم که حالا همه تلاشمون رو بکنیم بتونیم اول مرحله بعدی جام جهانی، انتخابی جام جهانی بریم و بعدش ان شاءالله صعود کنیم توی دوره بعد، بتونیم اتفاقای بهتری رقم بزنیم. هنوز خوابش رو می‌بینی گلو؟ والا خوابش که قشنگ از جلو چشم هر لحظه رد میشه دیگه. حالا بعضی وقت فیلمش رو دوباره میفرستم، حالا یا توی اینستاگرام می‌بینم، حتی هم تلخ هم شیرینه، ولی خب اینم جزوی از کارنامه فوتبالی ما شد دیگه. یکی از بچه‌های یکی از دوستای پادکستمون کامران علوی گفتش که تو اون تو استادیوم هم بودش برای اون بازی، گفتش که موقع گلو زدی یعنی از صندلیش پرید بیرون، رفتش دویدش به بالای استادیوم، بعد تا دیدش که گلو برداشتن همه ناراحت شدن. ولی گفتن که از تو اون لحظه اصلا ایرانی ها خوشحالی که نشوندن اصلا یه چیز، خودم هم همینطور، ولی خب تو استادیوم مخصوصا، ولی خب دیگه اتفاق نه افتادش دیگه. آره سینا بروسا سوال بعد. میخواستم یکم راجع به بازی پرتغال بپرسم. اولا چی فکر میکنی راجع بهش؟ خب بازی پرتغال فکر میکنم یه بازی خیلی سنگینی بود، چون که هر دوتا تیم داشتن میجنگیدن برای صعود. فکر میکنم که پرتغال هم خب قهرمان اروپا شده بود، یورو رو برده بود و انتظار خب زیاد بود از این تیم. فکر میکنم که شاید ما اگه اون گل رو توی نیمه اول نمیخوردیم، توی نیمه دوم میتونستیم حتی برنده از زمین خارج بشیم. ولی خب تجربه بین المللی و اینترنشنال که بازیکنمون رو داشتن قطعا خیلی بیشتر از تیم ما بود و حالا در نهایت هم با مساوی تونستن صعود بکنن. اما خب میگم خیلی تجربه خوبی بود، مخصوصا بازی کردن جلوی کسایی که مثل رونالدو و پپه و خب خیلی بازیکنهای دیگه، برناردو سیلوا، کسایی که واقعا حرف اولو میزنن توی فوتبال اروپا. خیلی میگم تجربه خوب و مثبتی بود واسه همه. آره بازی خیلی هم خوبی بود، خیلی آره همه خیلی خوب بازی کردن. بعد آره همه ایرانی ها خیلی دوستش، بازی خوبی در کل فکر میکنم که یه تورنمنت خیلی خوب بود واسه تیم ملیمون. آره باعث شد که مردممون فکر میکنم یه خورده اون حس غرور رو به مردممون داد تیم ملی، حالا با نمایشی که همه بچه ها داشتیم. و فکر میکنم که اون چیزی که از ما انتظار میرفت و بچه ها با وجودشون به نمایش گذاشتن. اما خب دیگه حالا بقیهش حالا یه خورده بدشانسی میشه اسمشو گذاشت یا کم تجربه یه بچه ها، حالا یه خورده اون شاید کافی نبود برای صعود به مرحله بعد. اما در کل فکر میکنم تورنمنت خیلی خوبی بود و تجربه خیلی خوبی بود واسه همه بازیکن‌ها و خب مسیرهای خیلی جدیدی واسه خیلی از بازیکن‌ها باز شد بعد از اون تورنمنت. و امیدوارم که بازم از این تجارب نصیب ما بشه به عنوان بازیکن تیم ملی که بتونیم ان شاءالله دل مردم رو شاد کنیم. بعدم همه
همه دنیا دیدن که ایران خیلی خوب میتونه بازی کنه. بعد سوال میخواستم بپرسم راجع به بعد از جام جهانی آفر دیگه گرفتی، به خاطر اینکه همه دنیا دیدن که ایران خیلی خوب میتونه بازی کنه. درسته. خب ببینیم آفر، من چند تا آفر از حالا دیگه اسمش هم بیاریم اشکال نداره، من چند آفر از استاندار لیژ داشتم، آفر از کلاب بروژ داشتم که خیلی جدی بود، دیگه آفر فکر کنم از یه باشگاه یونانی فکر کنم اولمپیاکوس فکر میکنم بود و ریدینگ، و اما چون قرارداد داشتم با تیم روستو هیچی دو دست خود من نبود، یعنی من هیچ کاره بودم و اونا باید دیساید میکردن که آقا مثلا منو میفروشن یا نمیفروشن، و میگم تا اونجایی که من در جریانم دیلشون با کلاب بروژ سر قیمت به تفاهم نرسیدن و بین باشگاه بعدی هم دیگه ریدینگو چون خودم مربیش شخصا با من تماس گرفت و واسه من خیلی مهم بود که باشگاهی که میخوام برم بتونم برم بازی کنم و یه فضایی باشه که به من ایمان داشته باشن به تواناییام و بتونم اونجا خودم نشون بدم، و واسه همین حالا صحبتایی که باشگاه داشتیم بازم منو به صورت قطعی نفروختن، به صورت قرضی دادن با بند خرید که منم رفتم ریدینگ. ریدینگ خیلی خوب یادمه، با خب من ساوثهمپتون رو فالو میکنم، با جوش سیمز بازی کردی. آره خیلی خوب برای ما بازی کرد. ولی وقتی ریدینگ او و یوپین بودی یه مسعودی میاد داشتی که خیلی طولانی رفت قبل از کاپ آسیایی. درست. چی بود و خب من وقتی رفتم ریدینگ خیلی خوب همه چی بود، همه چی شروع شد، یعنی به عنوان بازیکن ثابت شروع کردم بازی کردن و خب همه راضی بودن از من، تازه یه خورده سر صدا شده بود و خب میگم خیلی اتنشن گرفته بودم وقتی رفته بودم اونجا، چون واقعا تو اون بازی که بازی کردم ریدینگ خیلی خوب ظاهر شده بودم. بعدش یه اردو تیم ملی داشتیم، نمیدونم برای فکر کنم بازی دوستانه با یکی از این تیم ملی‌ها بازی داشتیم، دقیقی یادم نیست اسم تیم ملیش، و ما اومدیم تهران و توی تمرین متاسفانه تاندون هیپم پاره شد و خب رفتم برگشتم انگلیس و MRI کردیم و چند تا دکتر متخصص که صحبت کردیم مبنا بر این شد که 8 تا 10 هفته نمیتونستم بازی بکنم و فکر میکنم که یکی از بزرگترین بدشانسیه من فکر میکنم تو دوران فوتبالم بود، چون تو اوج آمادگی بدنی و خب اوج فوتبالم بود و فکر میکنم که خیلی بدشانسی بود. بعد از اون بعد از فکر میکنم حلوش 9 هفته یا 8 هفته خیلی نزدیک بودم از این به اینکه برگردم به تمرینات گروهی، اما متاسفانه تو آخرین تمرین دوباره از همون نهایه مصدوم شدم که باعث شد مصدومیتم اکستند بشه و مدت بیشتری از دست بدم که متاسفانه جام ملت‌های آسیا هم از دست دادم و خیلی ناراحت شدم از این بابت، اما خب فوتبال و این مصدومیتاش دیگه متاسفانه حالا بازیکن‌های بزرگ دنیا هم از این مصدومیت‌های بد موقع ساشون پیش میاد و چیزی بود که دیگه من نمیتونستم واقعا جلودارش باشم، اتفاقی بود که پیش افتاده اومده بود و تنها کاری که میتونستم اینه که سعی بکنم با همه وجودم زودتر ریکاوری بکنم و برگردم. آره یادمه خیلی خوب. ساهاند ساری میپرسه که وقتی
پات بهتر شد و همه چی برگشت به نرمال. از یه بازیکن چی عوض شد به بازی یا روحی چی عوض شد؟ والا از لحاظ اینکه خب من تا به اون روز هیچ مسئولیت سختی خدا رو شکر نداشتم، یعنی هیچ گونه تا حالا حتی دستگاه امارای هم نرفته بودم قبل از، اما سر اون مسئولیت بالای فکر کنم 6 بار من امارای کردم توی دستگاه امارای و خیلی خب دیدم عوض شد نسبت به خیلی از مسائل. و اینکه خب توی دوران سختی که مسئول بودم شاید خیلی کسا حتی یه زنگ نمی زدن حال آدم ها بپرسن و خب اینجور مواقع آدم خیلی چیزها رو می فهمه. و نکته بعدی این بود که خب فهمیدم که توی فوتبال هر لحظه امکان داره از اوج یهو به سقوط کنی رو به پایین و یه مظلومیت یا یه اتفاق تلخ میتونه همه چی رو تغییر بده. و از مهمترین چیزی که الان بهش اعتقاد دارم اینه که همیشه باید در عین اینکه دنبال پیشرفت و حالا پرواز به سوی رویامون هستیم، باید در این حال هم خیلی افتاده و به دور از غرور باشیم فکر میکنم. مرسی سعید. آره میخوای بپرسی؟ آره بعدم از اون بر رفتی یوپن توی بلژیک با امید ابراهیمی هم اونجا بودی. اولا امید چجوری باید بهت کمک کردش؟ الان من تازه شادم افتاد بعد از جام جهانی اوپن هم باشگاهی بود که به من آفر داده بود و آقای ماکلله اون موقع بودن که مرتضی هم اون موقع رفت توی باشگاه اوپن که مرتضی مثلا خیلی اصرار داشت که من برم اونجا. خب میگم الان بعد آفر ریدینگ رسید دیگه من تصمیم گرفتم که ریدینگ رو انتخاب کنم. وقتی هم که رفتم اوپن خب ما اینا با توجه به اون شناختی که از من داشتن با باشگاه رستاف مذاکره کردن برای گرفتن قرضی و من لون رفتم اونجا و خب مدیریت و کادر حالا فنی مدیریتیشون خیلی رو من شناخت داشتن و من قبول داشتم. متاسفانه مربی خورده اختلاف نظر پیدا کردیم بعد چند وقت باش و یه سری مسئولیت هم پیش اومد اونجا که باعث شد زیاد نتونم باز کنم. خب در آخر برگشتم به ترکیب اصلی و تو آخرین بازی هم که داشتیم قبل کرونا پاس گل دادم. خب تیم متاسفانه کرونا عجب پاسی هم بود. آره متاسفانه کرونا اومد و دیگه همه چی تموم شد و به هم خورد. اما فکر میکنم که وجود امید خیلی به من کمک کرد اون تایم، چون واقعا شهری که باشگاه اوپن هستش خیلی شهر سوت و کوری بود، یعنی تقریبا میتونم بگم مثل یه ویلیج بود و من و امید خیلی خوب بود که هر دومون بودیم کنار هم دیگه، چون امیدم خانومش رو یه تایمی نمیتونست به خاطر مسئله ویزا بیاره و خب ما اکثر تایم با هم بودیم با هم داشته میگذرنیم و فکر میکنم که تایم خوبی واسه هر دومون بود به خاطر اینکه حالا کنار هم بودیم و فکر میکنم که اتفاق خوبی و مثبت اونجا وجود امید هم میتونست باشه جز. بعد حالا اون فصل تموم شد بعد یه دو سه ماهی باشگاه نداشتی، یعنی باشگاه داشتی بنا با راستاو بودی ولی داشتش قرارداد تموم شد با اون باشگاه. بعد همین گفتن کجا میخواد برسه چیکار میخواد بکنه بعد از قرارداد تموم میشه، بعد رفتی دانمارک. اولا چجوری اون ترانسفر اون چجوری مثلا اومدش به کار؟ خب والا چند تا من همزمان حالا از طریق ایجنت ها داشتیم صحبت میکردیم که واسه حالا آفرهایی که هستش به چندین باشگاه حالا مطرح شده بود، اما خب این باشگاه یهو از طریق مالکش خودش پا پیش گذاشت به باشگاه رستوف، چون که من دغدغه رضایت رستوف هم بود دیگه، چون من قرارداد داشتم باید یه باشگاهی پا پیش میذاشت که میتونست رضایت اونا رو جلب بکنه. و خب مالکی من با خود مالک مستقیما صحبت کردم با مربی صحبت کردم، چون که
به یه نقطه رسیده بودم که فکر میکنم دیگه حق انتخاب اشتباه نداشتم و یه طریقی هم میخواستم واقعا از روستوف دیگه کنده بشن. چندین سال بود درگیر اون قرارداد بودم و خب دیدم همه اون فاکتورهایی که هستش و اون چیزی که بهش نیاز دارم در حال حاضر و اون اعتماد به نفسی که میتونم به من بدن و اینجا میتونم پیدا بکنم و حالا با مذاکراتی هم که اینا با باشگاه روستوف داشتن تونستم به صورت قطعی بخرن از اونا و حالا که توی فوتبال دانمارک هستیم، هر چند که میتونم اعتراف کنم خیلی سطح فوتبالش بالاتر و سخت‌تر از اون چیزی که من فکرشو میکردم. حالا تو این باشگاهی وایل بولت کلوب که هستی خوب شروع کردی، برگشتی تو ترکیب اصلی، خدا وکیلی خدا شکرم هیچ مصدومیت نداشتی تا الان، به تیم ملی هم برگشتی، این هم خیلی چیز مثبتیه. یه گل زدی، به دو تا گل هم زدی اتفاقا تو اون پشت سر هم دیگه، گلی که به آلبورگ ولی که زدی واقعا خیلی خب. آره میگم اینا حالا اتفاق خوب بود خدا رو شکر، هرچند که من یه مصدومیت توی بازی فکر میکنم یکی مونده به آخرمون، نه دو تا مونده به آخرمون، یه مصدوم شدم دقیقه 56 اینا اومدم از بازی بیرون، اما خدا رو شکر با اسکنی که کردیم دیدیم مصدومیت بزرگی نیست و با ریکاوری حالا یه بازی از دست دادم اما تونستم بازی آخر دوباره برگردم به ترکیب و فضا خوبی بود. میگم حالا اینا اون گلا هم فکر میکنم ثمره همون اعتماد به نفسی بود که در حال حاضر به من برگشته. توی تیم ملی هم خدا رو شکر برگشتم و پاس گل دادم و فکر میکنم که اون اعتماد به نفسی که میخواستم و تونستم تا حدی کسب بکنم، اما خب میگم هنوز نیم فصل دیگه مونده و باید سخت ان شاءالله تلاش بکنم که توی نیم فصل دوم هم بتونم واسه تیمم مثمر ثمر باشم. خب سال بعدی حالا برگشتی به تیم ملی دراگون اسکوچیش که مربی بودیش تو باشگاه ملوان، با محرمی هم کم باد بود تو اون باشگاه، نمیدونم درسته بله درسته بره. حالا برگشتی به جولی بوزنی هم بازی کردی، پاس گل هم دادی برای مهدی قائدی، چه حسی بود برات؟ خب من با توجه به شناختی که از آقای اسکوچیش داشتم میدونستم که مربی هستن که واقعا از لحاظ بار فنی خوبن، به خاطر اینکه من باشون تجربه کاری که تو ملوان داشتم میدونستم که بار فنی خوبی دارن و مربی هستن که واقعا سخت تلاش میکنه تو چه تو بحث آنالیز تیم حریف چه تو بحث تاکتیکی و میتونه کمک بکنه به تیم ملیمون و خدا رو شکر میکنم تو این یکی دوتا بازی اخیرم روند تیم ملی نمیگم روی ماکسیموم بودیم قطعا، چون که زمان میبره که بخوایم طرز تفکر و اون تاکتیکا رو تو قالب تیم بیاریم، اما فکر میکنم تا حدودی تونستیم که به اون تغییراتی که نیاز داشتیم برسیم و حالا میگم یه خوردم بدشانسی کرونا باعث شده که زمان بازی تدارکاتی زیاد نداشته باشه تیم ملی برای مقابله تو بازی رسمی، اما خیلی رو امیدواریم با این کادر فنی جدید و حالا تجربه های اسکوچیش ایشالله بتونیم که توی این چهار تا بازی باقی مونده حتی اکثر امتیازها رو بگیریم و ایشالله صعود کنیم به مرحله بعد. سعید میخواستم بپرسم یه چیزی گفتی وقتی داشتی با آریا حرف میزدی، وقتی اوپن بودی با امید ابراهیمی بازی کردی، گفتی که خیلی کمکت کرد، میخواستم بپرسم کدوم بازیکنهای دیگه خیلی کمکت کردن، ایرانی یا خارجی؟ خیلی کشورهای دیگه بازی کردی، اسپانیا و انگلیس و خیلی تنوع داری، کدوم بازیکنها خیلی کمکت کردن؟ والا من نمیتونم اسم خاصی، من قطعا همه کسایی که حالا از نزدیک با من شدن میدونم، من کلم کاراکتر من یه جوری هستش که اکثرا با خیلی بازیکن‌ها در ارتباطم، حتی با همبازی قدیمی خودم تو باشگاه خیلی هاشون باشن هنوز در ارتباطم و فکر میکنم که فوتبال یعنی همین، یعنی که تقابل ارتباط و حالا تبادل تجربه بین بازیکن‌ها، قطعا خب بازیکنایی که
بودن، از من بزرگتر بودن و تجربه بیشتری داشتن، همیشه یاد سعی کردم یاد بگیرم ازشون، چه توی تیم ملی و چه توی تیم‌های باشگاهی که داشتم. و خب بخوام اسم ببرم فکر می‌کنم خیلی زیاد بشه، اما قطعا همه اون کسایی که تا الان کنارشون بازی کردم جزو بهترین‌ها بودن و خیلی چیز ازشون یاد گرفتم. فکر میکنی برای این مقدماتی تیم ملی برای جام جهانی چیکار بکنه که به سود کنه به هم به سود کنه به راوند بعدی و حالا سود کنه به جام جهانی قطر چیکار بکنه؟ حالا فکر میکنم اول از همه ما مهم اینه که اون اعتماد به نفسی که قبلا داشتیم و دوباره بتونیم به تیم ملیمون برگردیم. اون حس پیروز شدنی که همیشه تو وجود تیم ملیمون بود، یه دوره فکر میکنم از بعد از آقای کیروش ما این حس رو از دست دادیم، و اما میدونم که الان با وجود آقای اسکوچیش و روحیات ایشون دوباره اون حس جنگندگی و خودباوری به تیم وارد شده و مطمئنم که بحرین و عراق با تمام احترامی که براشون قائلم فکر نمی کنم که بتونن توی دور بعدی اگر ما خودمون باشیم و خود باوری داشته باشیم بتونن از ما امتیازی کسب بکنن. و من امیدوارم که ایشالا توی بازی باقی مونده با همه وجود ایشالا همه بچه ها زحمت بکشن و بتونیم صعود بکنیم به مرحله بعد. ما خیلی فن کوشن گرفتیم برای این مصاحبه، یعنی به شدت زیاد از خیلی هاشون هم از فن اکانت های خودت رو اینستاگرام نمیتونیم زیاد همه را سوال کنیم ازت، ولی یه سوالی که خیلی خوب بود که من خوشم اومد از سعید فانتاستیک، پیج سعید فانتاستیک میگه که اگه توی فوتبال از الان تا اون موقعی که شروع کردی چیزی میتونی تغییر کنی توی روز زمین فوتبال، چی میتونی تغییر کنی؟ چه تغییرهایی میتونی انجام بدی؟ من سعی نمی کنم چیزی سه. چون فکر میکنم این تقدیر من بوده و تا اینجاش هم هر چی هستم و به هر جایی رسیدم فقط لطف خدا بوده و کمک خانواده‌ام و مربیه که حالا واسه من زحمت کشیدن. و میگم من هیچ موقع به این فکر نکردم، حتی اون اتفاقای تلخی هم که تو زمین فوتبال برام افتاده رو هیچ موقع روش به حساب حالا چیز بد نگاه نکردم، همه رو به حساب تجربه گذاشتم. و زندگی همینه، قطعا هممون توی زندگیمون تلخ و شیرین چشیده ایم و سعی نکردم هیچ موقع به این فکر نمیکنم که بخوام چیزی رو تغییر بدم یا چیزی باشه. فکر میکنم هر کسی واسه هر چیزی ساخته شده و شاید منم تقدیرم این بوده که واسه این پست ساخته بشم و تو این پست بازی بکنم. شاید اگر تو یه پست دیگه بازی میکردم نمیتونستم هیچ موقع بازیکن ملی بشم یا توی باشگاه اروپایی بازی بکنم. میخواستم بپرسم سعید، آخرین سوال از من میخواستم بپرسم استیج بعدی چیه برات؟ چی میخوای؟ باشگاه آرزوت چیه؟ بعدم چی کار میخوای بکنی تو بازی فوتبال؟ قدم به تنها چیزی که در حال حاضر فکر میکنم اینه که ایشالا این فصل پیش رو بتونم به خوبی اول از همه با سلامتی و ایشالا با یه پرفورمنس خوب تموم بکنم و بعد از اونش دیگه ببینیم خدا چی جلو رامون میذاره واسه آینده. اما قطعا فکر میکنم که بتونم با یه پرفورمنس خوب واسه ترانسفر شدن به باشگاه دیگه و پله دیگه ایشالله فکر بکنم و امیدوارم که بتونم حالا به اون استیجی که خودم میخوام و مد نظرم هستش برسم. ولی خب میگم قطعا آرزوم اینه که بتونم یه روزی شاید توی لیگ اسپانیا بازی کنم. سعید جان دست در نکنه بابت این وقتی که برای ما گذاشتی، واقعا لطف کردی. حرفی داری؟ حرف آخری داری؟ نه حرف خاصی نیستش. اول از همه از شما تشکر میکنم به خاطر این وقتی که در اختیار من قرار دادین و یه تشکر ویژه از همه شنوندگانی که وقت میذارن و این مصاحبه رو
گوش میدن و همه عزیزانی که تو این چند ساله کنار من بودن به عنوان حمایت، حالا با پیامهاشون، با پستهاشون و خیلی کاراشون باعث دلگرمی من شدن و امیدوارم که تو این دورانم همه ایشالا در سلامتی کامل باشن و خیلی زود هممون بتونیم دوباره کنار همدیگه به دور از بیماری و ویروس و همه اینا دوباره زندگی بکنیم. 100%. سینا جان ممنونم که اومدی. خیلی ممنون سعید. مرسی، قربون شما، دستتون در نکنه. Thanks for listening everyone. This podcast, as I said before, will be out on a transcript on our website in English. دستتون در نکنه به همه شنوندگان خوب ما. ما برمیگردیم با یه پادکست دیگه برای بازی مهدی طارمی که با یوونتوس بازی داره دو سه هفته دیگه. میتونید با پادکست های ما رو روی یوتیوب، ساوندکلاود، آیتونز، اپل پادکست، سپاتیفای با گوگل گوش بدین و اگه میتونین سبسکرایب هم بکنین به این پیجا و خیلی ممنون. خداحافظ. مرسی، خداحافظ.